آقای رئیس جمهور، قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر بکنم بابت اینکه فرصت کردید، فرصت پیدا شد در این شرایط سخت پاندمی توانستی تشریف بیارید. پس از مراسم تحریف جناب عالی ما در تماس دائم هستیم با جناب عالی، اما در هر صورت نه ویدیو کنفرانس نه صحبت‌های تلفنی نمی‌تونن جایگزین ملاقات‌های حضوری باشند. من می‌خواستم تأکید بکنم که علی‌رغم شرایط سخت پاندمی، ما حجم تبادلات تجاری بین دو کشور افزایش مثبتی داشت پارسال حدود 6% و پارسال حدود 38% بوده. پروژه‌های هنگفت دو جانبه در حال اجراست و ما داریم در زمینه‌های متعدد و گوناگون همکاری می‌کنیم. در صحنه بین المللی همکاری تنگ و تنگی داریم. میخواستم اشاره بکنم که با کوشش ها و تلاش های دو کشور ما توانستیم به دولت سوریه، به حکومت سوریه کمک بکنیم در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی. اوضاع در افغانستان مورد توجه ویژه دو طرف ماست و من می‌خواستم مایلم این موضوعات مهم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، نظر جناب عالی رو بدانم. بر پایه توافقنامه موقت روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش می‌شود و ما فعالانه تلاش می‌کنیم تا یک پایه دائم به شکل در شکل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا تشکیل بدهیم. ما تلاش می‌کنیم. ایران به عنوان ناظر به طور فعالانه در سازمان شانگهای کار می‌کند و بدیهی است که من بسیار علاقه‌مند هستم مواضع و نظرات جناب عالی در مورد برجام بدانم. می‌تونیم بگیم که دستور کار ما بسیار وسیعه، بسیار بزرگیه. خیلی خرسندم از زیارت جناب عالی و من می‌خواستم در شروع این صحبت از جناب عالی خواهش بکنم بهترین آرزوهای سلامتی خدمت رهبر معظم ایران آقای خامنه‌ای منتقل فرمایید. خوش آمد می‌گویم. خیلی متشکرم. پاسیبا وام اگرومنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از دعوت جناب عالی برای سفر به مسکو تشکر میکنم. از اینکه امروز در این جلسه با جناب عالی نشست دارم بسیار خرسندم. از همکاری جناب عالی برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای تشکر میکنم. اراده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تعامل به صورت حد اکثری است با کشورها به ویژه همسایگان. روابط با کشور دوست ما روسیه، می‌خواهیم روابط پایدار و همه جانبه باشه. در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، سیاسی، فرهنگی و همه اونچه که برای روابط دو جانبه بین دو کشور و در جهت منافع مشترک بین دو کشور اهمیت داره، میتونه این روابط توسعه پیدا کنه. ما در جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای توسعه و گسترش روابط با کشور دوست ما روسیه نداریم. این روابط به صورت راهبردی خواهد بود. این روابط شکل مقطعی و موضعی نخواهد داشت، بلکه روابط به شکل استراتژی و دائمی خواهد بود. فکر می‌کنم که شرایط بسیار استثنایی پیش آمده که در مقابل یک جانبه‌گرایی غرب و قدرت امریکایی‌ها امروز یک هم افزایی
در قابل توجهی بین دو کشور به وجود بیاد. ما بیش از 40 ساله در مقابل امریکایی‌ها داریم مقاومت میکنیم. ما پیشرفت کشور رو به هیچ عنوان متوقف به خاطر تحریم‌ها و تهدیدها نخواهیم کرد. ضمن اینکه تلاش میکنیم برای رفع تحریم‌ها، در این حال سازوکارهایی که داریم دنبال میکنیم در جهت خنثی کردن همه تحریم است. تجربه خوبی ما داریم با کشور روسیه در همکاری برای مبارزه با تروریسم در منطقه و در سوریه، که این تجربه میتونه زمینه همکاری‌های بسیاری رو بین دو کشور رقم بزنه. سند همکاری‌های راهبردی بین دو کشور میتونه چشم‌انداز آینده رو حداقل در 20 سال آینده روشن بکنه. ارتباط اقتصادی و تجاری بین دو کشور در وضعیت فعلی رضایت بخش نیست و حتما میتونه به چندین برابر وضعیت فعلی ارتقا پیدا کنه. ما امیدواریم که در این سفر اونچه همکاران من با همکاران جناب‌عالی نشستند و بررسی کردند و توافقات مقدماتی حاصل شده با نظرات مساعد جناب‌عالی، کار به شکل اجرایی بین دو کشور دنبال بشه. بنده هم در جمهوری اسلامی مصمم هستم که به همکارانم تأکید کنم که این همکاری رو به شکل عملی و اجرایی و دارای نتیجه دنبال کنند. من از ابتدای ورود به دولت برنامه ارتقاء دیپلماسی همسایگی رو دنبال کردم و کار با روسیه رو دوستان من در دولت و در وزارت امور خارجه دارن دنبال میکنند و فکر میکنم که هیچ مانعی بین دو کشور وجود نداره برای همکاری و تعامل سازنده و سودمند بین دو کشور. ما چه در ضمن همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان شانگهای یا اتحادیه اوراسیا و چه ارتباطات دو جانبه عمیقی که بین دو کشور وجود داره و بعد از این هم این عمقش بیشتر خواهد شد، فکر می‌کنیم که گام‌های مؤثری رو می‌توان در جهت شرایط همکاری‌های نوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در حوزه علم و فناوری، در حوزه دفاعی و نظامی، در حوزه مسائل امنیتی و در رابطه با هوا و فضا و در دیگر حوزه‌ها بین دو کشور صورت بگیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای برای جناب‌عالی ابلاغ سلام داشتند و ایشون هم به توسعه و گسترش همکاری‌های بین دو کشور و هم‌افزایی دو کشور تأکید داشتند.